سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه پشت صحنه خبر با من لیدا عیاز. امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. گفتگوی امروز من اختصاص داره به گزارشی در رابطه با روز دستگیری سپیده قلیان، در حالی که چند ساعت بود که آزاد شده بود. این گزارش عنوانش هست دهانت باز بشه، ترتیبت رو میدهیم، تهدید سپیده قلیان به تجاوز. این گزارش نوشته سلماز ایگدر هست، پس همراه من باشید تا چند دقیقه آینده که قرار هست باهاش گفتگو کنم. خیلی خوش اومدی سلماز جون به این گفتگو، ممنونم. در رابطه با گزارش سپیده قلیان صحبت میکنیم، گزارش خیلی خوب و جدید و بروزی بود. والا من خودم در وقتی که هر بار به این اتفاق فکر میکنم و حتی اون ویدیویی که بعد از بیرون اومدن از زندان و شعار دادنش رو میبینم، این حجم از شجاعتش واقعا خیلی تحسین برانگیزه. به نظرت خودش هم میدونست که وقتی چنین کاری رو میکنه، وقتی میاد بیرون و این حرکت رو انجام میده، تبعاتی هم براش داره؟ چون به هر حال همه میدونیم که چنین کار، هر کسی از زندان بیرون میاد دوست داره حالا تا مدت ها در امان باشه، ولی احتمالا تبعاتی هم برای این افراد داره دیگه. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه کسایی که گزارش های خیلی خیلی خوبه تو میبینن. ببین، آره، به صورت روتین ما میتونیم این رو بگیم که آدم ها وقتی از زندان آزاد میشن دلشون میخواد که حداقل یک مدتی حاشیه امن داشته باشن، حداقل استراحت کنن، چون زندان واقعا فرایند حتی خسته کننده ایه، نه فقط از نظر ذهنی، که از نظر ذهنی خیلی خسته کننده است، تحمل حبس، از نظر جسمی هم معمولا به دلیل تغذیه نامناسب، نداشتن فعالیت جسمی لازم، بدنهای زندانیان هم ضعیفتر میشه. اما یه نکته خیلی مهمه که باید بهش توجه بکنیم و اون هم میزان جسارت، شجاعت و آزادگی زندانیان سیاسی مونه، که البته در مورد سپیده قلیان خیلی این موضوع بولتر و بارتر به چشم اومد، ولی بقیه زندانیان سیاسی هم که طی ماهای به خصوص بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی از زندان اومدن بیرون، میدیدیم که همشون دقیقا پشت در زندان. حالا هر کس به اندازه قدر، توانایی و امکان خودش حجابش رو برمی‌داشت، شعار میداد و مسلماً هم هر کدومشون که این کارو کردن، که خب متاسفانه تعداد زیادیشون بعداً اطلاع دادن که برشون حکم جلب صادر شده، آگاهانه به این که ممکنه دوباره بازداشت بشن یا برشون حکم جلب صادر بشه این کارو کردن. مسئله اینجاست که به سخره گرفتن به نوعی یا نادیده گرفتن تمامی تلاش های حاکمیت برای ایجاد رعب و وحشت کاری که اینها میکنن، و از این منظره که خیلی خیلی به نظر من حداقل قابل احترامه، میدونن چه هزینه ای داره، ولی برای اینکه به حاکمیت اثبات بکنن که ازت نمیترسیم، اهمیتی برامون نداره دادگاه هایی که برگزار میکنی، احکامی که صادر میکنی، اینقدر جسورانه وای میسن و حرف میزنن. درسته. در گزارش هم هست که اون روزای اول و حتی هفته اول، شاید هم دو هفته اول، اصلا نخواستن برش گردونن به بند و حتی زندانش هم میخواستن عوض کنن. این نشون میده که سپیده قلیان با همبندیاش خیلی احساس خوبی احتمالا داره، اونجا رو شبیه خونه میدونه برای خودش و این زندانبانها هم از چنین چیزی اطلاع دارن. میدونیم که با چه کسایی همبنده، چه جوی اونجا حاکمه که در واقع خود زندان هم از اون اطلاع داره؟ به من بازم لازمه تاکید کنم هیچ کدوم از این حرفایی که من میزنم برای کمرزش نشون دادن سختی که زندانیامون دارن توی زندان ها تحمل میکنن نیست، اما این رو میدونیم که توی خیلی از بندها، حالا نه فقط بند مزمان زندان اوین، چون کسانی که زندانی شدن اکثرا بهترین های حوزه کاری خودشون هستن، وکلا، روزنامه نگاران، جامعه شناسا و و و و و, و. دوره ها دوره میذارن، کلاس های مختلف برگزار میکنن. یه دوره توی زندان بود که همزمان کلاس آموزش زبان انگلیسی و زبان اسپانیایی و زبان فرانسه بود، بچه ها میتونستن انتخاب بکنن سر کدوم کلاس برن و که زبانی یاد بگیرن، حالا به غیر از مسائل تخصصی. الان هم توی بند نسوان زندان اوین
خب زنان شجاع، مبارز، آزاده و بزرگی مثل بهار هدایت، نرگس محمدی و خیلی دیگه که ممکنه من الان اسمشون رو در لحظه فراموش کرده باشم حبس هستن. اما کاری که با سپیده کردن گذشته از این که نمیخواستن که برگرده به اون محیط که براش شناخته شده است، که براش امن تره، مسئله ایجاد ترس و یک نوع شکنجه روانیه. زندانیا وقتی هر کسی زمانی که بر مدت طولانی توی محیطی قرار بگیره، اون به اون محیط احساس خونه پیدا میکنه، براش تبدیل میشه به محیط امن. یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی در زمینه زندانیان سیاسی به کرات مرتکب شده، دائما تغییر دادن محل حبسشونه که به این طریق ایجاد ناامنی روانی بکنه برای زندانی ها. خب که در مورد سپیده هم به هر دو تا هدف این کار متاسفانه انجام دادن. و نکته دیگه ای که در رابطه با سفید قلیان خیلی تحسین برانگیزه اینه که بهش گفتن حتی اگه حرف بزنه در رابطه با اتفاقاتی که براش افتاده ترتیبشو میدن، تجاوز میکنن بهش، ولی بازم در عین شجاعت صداشو به بیرون رسونده. به نظرت این حجم از شجاعت، بازم داریم تاکید میکنیم به شجاعتش، این که در شخصیت این آدم هست، یعنی که سالها به هر حال زندان بوده و این زندان بودنه که زندانی بودنشه که بهش این شخصیت قوی رو داده. سپید از سنین خیلی جوانی وارد فعالیت مدنی و اجتماعی شده، به همین دلیل باید بگیم که خب حتما چیزهایی در این دختر متفاوت بوده که انقدر تو دوران جوانی نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی حساس شده. و با توجه به اینکه میدونه دیگه ما این روزها انقدر اطلاع رسانی داریم که هر کسی که میخواد پا به این وادی بذاره آگاه باشه از هزینه های احتمالی کاری که میخواد بکنه، اما به رغم این موضوع انتخاب کرده. اما نمیشه کتمان کرد که زندان و خود این فرایند فعالیت اجتماعی کردن چقدر کمک میکنه به رشد و بلوغ بیشتر شخصیت هر کسی که در این راه پا میذاره. خب در مورد سپیده به صورت باره این موضوع رو میبینید. چه خوب، خیلی ممنونم، مرسی از حضور در برنامه. متشکرم عزیزم و تشکر میکنم از شما به خاطر تماشای این ویدیو. امیدوارم که دوست داشته باشید و برنامه های ما رو در شبکه‌های اجتماعی ایران وایر تماشا کنید. تا برنامه بعد مراقب خودتون باشید.